سلام و صد سلام به همه دوستای باصفا و با مرام. میگم رفقا دوستان، امروز میخواین بازم یکی از بدبختیای نظام تو گل مونده ولایت رو موشکافی کنیم. از حرفای خرچنگ نظام شروع کنیم، بزن بریم. این خطر نفوذ خطر جدی است. خطر نفوذ این چنین هست که از درون یک ملت و یک امت رو از بین میبرد. آقا خیلی بر این مطلب تأکید داشت، به خصوص در بعضی از نهادهایی که جوانها تحت اختیار اونها هستند. وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، مطبوعات، صدا و سیما، اینا فکر سازند، اندیشه سازند. باید مراقب بود که در انقلاب نفوذ نکنند. ما بیلا رفقا خودمونیم، این جوونا عجب ککی انداختن تو تنبون اینا. حالا بریم ببینیم گماشته اوزی تو کرت چی میگه. دشمن تلاش کرده از اول انقلاب تا امروز برای نفوذ از عوامل داخلی سوء استفاده بکنه، عوامل داخلی رو گرفته کار کرده روشون. باید در مقابل یک همچین جریانی ایستاد، اونم داخل نظامن، یعنی افراد عادی و معمولی نیستن، تو کوچه خیابون نیستن، مسئولیتی داره، یه شخصیه، یه جریانی در اختیارشه. دم از ولایت فقیه و تبعیت از ولایت فقیه میزنن، اما آن چیزی رو که میل دارند میپذیرند. بیشتر انقلابی نمایی دارن تا انقلابی گری. گاهی هم به صراحه میگن دوران انقلاب تمام شده، بعد کار رو سپرد، بعد کار دیگری انجام داد. عجب عجبا، اونی که با شعار و عربده گلوی خودشو پاره میکنه نفوذیه، اونی هم که نمیکنه مسئله داره. بابا این نظام یا آبکش. حالا ببینیم آخوند میرغضب نظام از چی میناله. امروز برای نفوذ و ضربه زدن راه‌های مختلفی را دنبال می‌کنند که یکی از آنها نفوذ در حوزه‌های علمیه است تا طلاب و روحانیت را از مسیر انقلاب و ولایت منحرف کنند. لذا باید حوزه‌های علمیه برای این برنامه دشمن نیز برنامه ریزی داشته باشند. رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ایجاد تفرقه در حوزه با ترفند حوزه انقلابی و غیر انقلابی از اهداف دشمنان است گفت: ما حوزه غیر انقلابی نداریم. اصل روحانیت و طلبگی برگرفته از دین اسلام و در مسیر انقلاب است ولا غیر. بله، بعد از چند و چهل سال حکومت آخونده، ببینین تو حوزه و طلب خونه ها هم دشمن نفوذ کرده. حالا بریم سراغ یه عضو استبل ولایت و حرفای اونو بشنویم، بنال بینیم. از این پیجرهای انفجاری خاموش که روزی میلیون ها در داخل کشور ما و کشورهای اسلامی حتی در داخل غزه داره منفجر میشه برای ایجاد انحراف فکری در اونها، که اینها این انگیزه ها را از دست بدن در حال انفجاره. ماجرا چه ماجرا وسیع تر از این حرف هست. بچه ما وقتی که سرود ملی خونده میشه مسخره میکنه، این خطره. دانشجوی ما هنگام سرود کف نمیزنه، دست نمیزنه، شادی نمیکنه و خودشو گوشه میبره. ببین اینها خطره، اینم دشمن داره کار میکنه. آخرین جمله آقا بعد از این سلام گفتن نگذارید پرچم دشمن احتزاز پیدا کنه در داخل شما، در داخل نظام شما. به 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 به
همه داستان اینه که شرشور سر تا پای نظامو برده و اوزی از ترس برای بچه های شورشی که میخوان پرچم خرچنگ نشون ولایت رو بکشن پایین و به جاش پرچم شیر خورشید علم کنن دق مرگ میشه. دوستان رو بقا عزت زیاد. Come on.